ما سر سفره امام حسینی هستیم، امام حسینی که جونشو داده جهال و ظالین رو نجات بده، اینقدر فداکاری کرده. توی این مملکت توی این دو ماه محرم و سفر بالای 1000 میلیارد تومان شام میدن مردم، نهار میدن مردم. بعد تو زندان ها میبینی زندانی ها دارن میپوسن، تو زندان پشت نرده است، مال 10 میلیون کردی یارو تو، بابا یارو نداره. پس بیت المال مال چیه؟ بیت المال مال این نیست که 3000 میلیارد 12000 میلیارد ندارن برن، که مال اینه که یارو نداره. بابا این که نشد که، بیت المال ولش کن. منی که پول یه شب شام دادن رو دارم، پول دو شبش هم دارم. یه شبش رو شام میدم که هیئت بمونه، بیای معارف اهل بیت رو بگیم، یاد بگیریم. یه شب پولش هم برمیدارم میرم یه زندانی آزاد میکنم. فرض میکنم دو شب شام دادم، ایشالله امام حسین هم قبول کنه. یه خاصیتی داشته باشه هیئت. یه مرد تو زندان، دخترش تو خیابونه، زنش تو خیابونه، بچهش تو خیابونه. نمیفهمم بابا یارو کردن تو زندان به خاطر 5 میلیون. تو زندان طرف پشت نرده است، دخترشو نمیتونه ببینه، یه سال زنشو ندیده، بچهشو نمیبینه. بعد اینی که کرده اینو تو زندان 5 وعده نماز میخونه، چیکار میکنی تو اون نماز؟ 5 وعده نماز میخونه، محرم مشکی پوشیده، خدای منو ببخش. راهی علف خدا میگه بابا بنده منو کردی، تو چیو ببخشم؟ کو امام حسین، کو خدا، کو دین؟ مسلمونا حسین کشتن آقایون. روزه فقط میخونه گریه میکنه. یاد بگیر از حضرت زهرا، یاد بگیرم از حضرت زهرا. من آخون، من روزه خون، من مدده، من خودم یاد بگیرم، خودم اولیش. این نبخشیدن ها نشون دهنده بی‌معرفتی، نشون ما خدا رو نمیشناسیم. اگه خدا رو بشناسیم چجوری مال 10 میلیون کتونی گرمی داریم؟ خدا میگه به خاطر من ببخشید، من جبران میکنم. حلالش کنید، من جبران میکنم برای. خدا میگه به خاطر من ببخشید. پیامبر به مردم بگو اگه من خدا رو دوست دارید از پیغمبرم اطاعت کنید. ریشه دین اینه، خدا رو هم تا نشناسی عاشقش نمیشه. تا عاشقش نشی ممکنه مسلمون باشی ولی مؤمن نمیشه، ممکنه نماز بخونی ولی نماز خون نمیشه. میگه یا ایها الذین آمنوا آمنوا. یکی کسایی که ایمان رو بیارید، ایمان بیارید.